خب به نام ایران زمین، درود بر دوستان ارجمند. با پوزش از اینکه ما با دشواری فنی روبرو شدیم و به ناچار شماره اتاق رو دگرگون کردیم که بتونیم از سخنان ارزشمند استاد هلمند اربابی ارجمند سود بگیریم. این نشست قرار هست ایشون در خصوص اردشیر پاپکان به انجام رساننده آرمان ایران شهری سخن بگن که قطعا مانند همه سخنهای ایشون بسیار آموزنده و ارزشمند است. درود دوباره استاد هلمند گرامی و گویان پیشگاهتون، بفرمایید. خواهش میکنم. درود بسیار گرم به شما گرامیان. یک بار دیگر دیگان ماه زایش نور، ماه خدایان، ماه اهورامزدا برای همه ما ایرانیان خجسته باد. اینکه من این واژگان نام دینی رو بهش بگیم به کار میبرم از این روی هست که اینها برای ما فرای جدای از ساختار و بافتار دینی ارزش بسیار بالایی دارن. اگر ما به ژرفای سخن بنگریم، امیدواریم که این سال، اگرچه سال ما از نوروز می آغازد، ولی می شود گفت که از اینجا هم می آغازد. در روزگاران بسیار کهن گویا آغاز سال نوی ما همین روز دی بوده است، روز یکم دی بوده است که سال نو برمان بوده است. در این باره من گفتارهای جداگونی دارم و اینجا نمیخوام بمانم. امیدوارم که این سال نو که همون با دی می آغاز، دی هم برابر با روشنایی هست و زایش، و نام خود اهورامزدا یک از نامهاش دی هست، برای من یک دی باشد، یک زایش، زایش نور، رهایی کشورمون از چنگال اهریمن. میدونیم بلایم. اهریمن نماد تاریکی است، نماد پلیدی است. باید که این ماه رو که ماه سرشار از روشنایی و نور هست یاری بگیریم، به هم شویم و اهریمن را از کشورمان برون بیافکنیم. گفتاری که براتون فراهم دیدم، اردشیر بابکان سرانجامنده ایران شهری یا به سرانجام رساننده ایران شهری، آرمان ایران شهری، میخوام در این نقطه یکم با هم سخن بگیم و میپندارم که این گفتار بیشتر از دو سه گفتار بشه، برای اینکه اردشیر بابکان در یک قله ای از تاریخ ایستاده است که یک آغاز نوعی هست، یک سرنمون نوعی هست، یا به سخن دیگر یک پارادایم دیگری هست که اردشیر بابکان آغازش هست. برای همین جا دارد که بیشتر بهش بپردازیم. در این گفتاری که دارم، پیرامون آرمان شهری از دیرگاه ایرانیان، چرا ساسانیان نقد دارن به یا پارسیان به اشکانیان، و در اینکه چرا شما از ایران شهری، آرمان شهری، ایران شهری دور هستید، و برای اینکه تاریخ رو بیشتر بدونیم یک گذری داریم به شاهان فارس یا شاهان پارس، که شاهان پارس هستند که سرانجام می انجامد به پادشاهی ساسانیان، و همچنان خود اردشیر یکم که اردشیر ساسانی هست در اون شاهان پارس به نام اردشیر پنجمه. در این باره سخن میگیم و چه سهم بسیار بالایی دارن این شاهان فارس، و میریم روی خود کارنامه اردشیر بابکان، نه اون کتابی که در نوی نسکی که هست، اون هم بهش میرسیم، ولی خود اینکه چگونه میآغازد. بازه کنونی یا بازه زمانی اکنون و نیازهای برجسته آن، این رشته گفتارهایی رو که گرامیان ما داریم و دوستانمون در نوزایی ایرانیان برنامه دارند و من هم در دیگر جا دارم، درست سخت در پیوند با نیاز زمان هست و یک کار سرگرمی نیست. برای من سرگرمی نیست و من سخت می باورم که شما گرامیان این رو از یک در سرگرمی نمیدانید. ما در زمان گذار هستیم و گذار و سازندگی برای این گذار، کمر بستن،
آراستن، جنگ افزار گذار رو باید به کار گرفتن تا ما از این گذار سخت برویم به آن سو. آنچنان ساده هم ای رو مپندارید و مینگارید که ساده هست. نه، چون نیست. کاری سنگین، کاری دشوار، برای اینکه سخت در پیوند با فرهنگ است. فرهنگ هم بیگمان یک شبه نمی دگردیسد، بلکه زمان می برد و برای این زمان باید توان به کار برد، دانش به کار برد، آرمان و باور را به کار برد. ما برای اینکه از این روزگار که ما هستیم بگذریم، چاره نداریم که ما گزار ناگزیر، هیچ گزیری دیگری نداریم، تنها گزیرمان گزار از این رژیم هست. چرا همتون نیک میدانید برای اینکه تو این 45 سالی که بر این کشور چیره بوده است، جز تباهی و ویرانی نیافریده است. جدای از اینکه نگاهی که دارد نگاهی ایرانی نیست، اگرچه خودش را اینجا و اونجا آمیزانده است با میگوید که ایرانی هستیم، که خب در سرزمین ایران میزیند، ولی آن خب بیگمان ایرانی هستند از یک نگاه، ولی از نگاه دریافتی و بینشیشون ایرانی نیستند. این نگاه ایرانی نیست. نگاه ایرانیان که باید ایران رو پایه بگذاریم، ولی ما میبینیم که در کارکردشان هیچ بویی از ایران نیست. میهن را ویران کردند، آبهای زیر زمین رو از میان کشیدن بالا و کشور بسیار تهی دست شده است در همه سپر. پس تنها گزیر گذار از این رژیم است. برای این گذار باید ما ابزارهایی رو به کار بگیریم. این رو من در آغاز سخن خودم گذاشتم که گره بزنم کاری رو که ما اکنون انجام میدهیم تا اندازهی به مانند کار اردشیر هست. اگرچه اردشیر از یک سامانه پادشاهی دیگری به سامانه دیگری میره، ولی کارهایی که انجام میده که خواهیم گفت اون رو، کارهای بسیار فرهنگیه و میشود گفت که اردشیر بابکان در این روزگاری که به ما نزدیک است که 1800 سال، این پدر کار فرهنگی است یا پدر فرهنگیدن هست. از این روی اردشیر بابکان رو در نگاه من باید که یک الگوی ایران شهری، یک الگوی سرانجامنده آرمان ایران شهری باید دونست. خب نخستین ابزار نیاز به خودآگاهی میهنی بسیار باید باشد، آن اندازه باشد که بتوانند کشور را در دست بگیرد. و برای نیاز خودآگاهی ما باید برگردیم به گذشته خودمون. اینکه به گذشته برمیگردیم گرامیان بدین چم نیست که ما به گذشته های دور و اونجا بمانیم بزیم، نه، ما به گذشته برمیگردیم برای اینکه پشتوانه امروزمان را بسازیم. فرهنگ هایی که با گذشتهشان بیگانه میشوند سخت شکنندند. فرهنگ هایی که از چشمسار کهن فرهنگشان مایه میگیرند، آب و جام خیش را انباشته از آب فرهنگ، جان مایه فرهنگی میکنند، بیگمان در گذارهای سخت و دشوار به خوبی می توانند آن سوی بروند، می توانند بسازند. از این روی هست که ما باید به یک خود به خود به خودمون برگردیم، خود ایرانیمون، خود میهنی و ایرانیمون. و این خود میهنی ایرانیمون هم که میگیم می تواند برخی کسان دریافتای نادرستی بکنند. خب یه بخشش برمیگرده به اونچه که در این 100-150 ساله تاریخ بشر رخ داده است و نگران اون هستند. بیگمان جدای از این که میتواند هر گرایشی هزینه هایی را هم بیافریند، ولی این گرایش، این نگرش تا کنون بشر دیده است و آزموده است فراوان اینجا و آنجا که بهترین گزینه و بهترین شیوه هست برای گرداندن یک کشور و خوشبختی آوردن بران کشور. در نگاه من میهنگرایی بهترین نگرش به کشور داری و برای خوشبختی و پیشرفته. برای اینکه سخن رو بیشتر بدونیم نیاز به نمونه های فراوان آوردن نیست. شما همه کشورهایی که پا در پیشرفت نهادند، حتی سامانه های برای نمونه سوسیالیسم را در دستگاهشون آوردن، میهنگرایی بنیاده. میهنگرایی که میگیم در گام نخست این که ما نخست خانه خیش را بسازیم، کشتزارمان را آباد کنیم، دشت‌هایمان را آب برسانیم
آبادشون کرد، به جنگل ها، رودها، اینا رو من میگم نگاه میهنگرایی هست. نخست خانهمان و سپس که خانهمان توانا شد، آباد شد، میتوانیم به سراغ جهان برویم. زمانی که خانهمان ویران هست، چگونه میتوان سراغ جهان رفت؟ آنانی که چنین میاندیشند به راستی نمیدانند. با نادانی آنها هم سخت در گره هست، با اینکه در یک زندانی یک باوری هستند، گرفتار یک باور و بندی هستند که توان گرفتن اندیشیدن را از آنان گرفته است. تو گویی که پرده فرارویشان فرای چشمشان نهاده است که آن سو را نتوانند ببینند. مگر می شود که برای خوشبختی کشور جز این اندیشید؟ باید که نخست میهنمان، خانهمان را بیاندیشیم. خب در اینجا گفتم که می تواند که این هر آینی به می تواند گاهی به تندروی ها بیانجامد. خب بیگمان می تواندم بیانجامد، ولی بشر به ویژه ما ایرانیان که از هر چی که من می نگرم، نگاه میهنگراییمون یه نگاهی بسیار نرم و بسیار انسانی هست. شاید در یک بازی زمانی مردم خشمگین باشن، برافروخته باشن، آن هم در برابر ستمی که به آنها رفته سخنانی بگویند، ولی سخنان هیچگاه بار نجات پرستی ندارد، بار قوم پرستی ندارد. برای نمونه اکنون ایرانیان که از آیین عربی اسلامی سخت بیزار هستند، سخت دل ناخوش هستند، گاهی عربان را هم می آورند این اندرون و به اونها هم چیزی می گویند. این کاربرد نه از در نجات پرستی و قوم پرستی هست، بلکه خشمی که دارند و چون این دو با هم دیگر گره خورده است و هم آمیخته هست، می تواند پدید بیاد، ولی این ژرفا نداره. از این گونه رو ما حتی در زمان فردوسی هم می بینیم که گرایش هایی هستند که سخت از عرب بدشون میاد. چرا؟ برای اینکه پاسخش روشن است. مردم سخت خشمگینن، برافروختن، بیزارن از آنچه که بیگانه هست و براشون تباهی آورده. خب ما این اگر ما هوشمندانه و بخردانه پا در این زمین نهیم و بین میدان بنهیم، بیگمان آن تندروی ها و آن کجروی ها را نخواهیم داشت. اگر هم باشد بسیار اندک است، چیزی که در همه جنبش ها، در همه گرایش ها میتواند پیش بیاد. زمانی که فراگیر میشود میتواند اینجا اونجا گاهی به این ور بره، ولی آن ستون میانی، آن راسته میانی همواره پابرجای خواهد بود. من سخت بر این باور هستم. نکته دیگری که در همین راسته، چون گفتم در بخش سخن خود من، نزدیکی هایی رو که من با کاری که اردشیر کرد با امروز ما میبینیم. یه بخش از این کارها رو رضا شاه کرد، یه بخش از این کار رو رضا شاه کرد، ولی کار رضا شاه که کار بسیار بزرگی بود، شوربختانه در میان راه دوباره یک قوم تبهکاری ریختن و همه این سازه ها و ساخته ها را به ویرانی کشوندن، و این بار دیگر یک چنین کسی میخواهد مانند رضا شاه یا اردشیر یا به هر روی یک نسل نوعی که همه اینها را در چنته خیش دارد، در نگاه خیش دارد و به پیش باید برود. از این روی نزدیکی هایی داریم ما با این، با زمان اردشیر، حتی زمان رضا شاه. اینا رو می شود تاریخ می دونیم که انگاهی به گونه باز می کند، باز می آفریند، ولی باز آفریدن نه مانند گذشته است، ولی الگو گرفته از گذشته هست، باری از گذشته رو با خودش دارد، نمایی از گذشته رو، ولی در زمان اکنون میزید. برای نمونه اگر ما به فرهنگ اروپاییان یا فرنگیان بنگریم، آن زمانی که اینها بیدار شدن، خواستن از مسیحیت بیان بیرون، یک الگویی داشتن. این الگوشون گذشته بود، آینده که هنوز نیومده و چیزی هم انجام نشده. برای اینکه بتوانن آن روزشان را بسازن، به ناگزیر آنان روی می آوردن به الگوهای گذشته که داشتن. این الگوهای گذشته همواره میگم سودمند بوده است برای به جلو افتادن. اگر ما یک الگوی توانمندی در گذشته نداشته باشیم، ای چه بسا امروز گیج و سردرگم باشیم. و بدا که مردمی که بیگانه باشند با خودشون، با گذشته خودشون و الگوهای فراوانی رو که در تاریخشون هست ندونند، یاری نگیرند. یکی از این الگوها که
ببخشید که می سرفم من. یکی از این الگوهایی که بسیار به کار آمد ساختن اون ساختمان بسیار شکوهمند فردوسی بود که شاهنامه را ساخت، و این در این ساختمان بسیار شکوهمند و جنگل بسیار بزرگ، بستان بزرگی که ساخت، بسیاری از الگوها را به ما بار دیگر زنده کرد، نگذاشت که بمیرند. کسی مانند کوروش رو آورد، بخش کسی مانند رستم رو آورد، مانند زال رو آورد، اینا پهلوانانمون هستند. چهرهای مانند جمشید رو برمون نمایون، کیومرث رو برمون، و پس از آن بسیار کسان دیگر در بر شاهنامه اومدن و اینها الگوهای من هستند که ما بر اون زمان و اونها موندن. و پس از اون هم هر هنگام کیرانیانی که میخواستن بیدار بشن دوباره پشتی می رفتن، در زورخانه ها، در جشن ها، در میدان ها همواره اینها بودن. اگر اینها نبودند، این چهره ها نبود، الگوها نبودند، بیگمان ما سرنوشت دیگری داشتیم. بیگمان من سخت بر این می باورم که ما فرهنگی دیگری داشتیم. از این روی فردوسی رو که یک ساختمان شکوهمند در اون یک بوستان بزرگ، جنگل جنگل سرسبز ساخت، باید که براستی آن را ستایید. این از اون ردان هست، کسانی که این نیک ویسپا ردان، بلکه این خودش یک رد بزرگی است به باور من. این وزرگ ردان ازش یاد باد کرد، این فردوسی رو که بر ما چنین چیزی گذاشت، برجاوند و شکوهمند کارش بود، اگرچه خودش نیز در دلمان برجاوند است، شکوهمند است در دلمان. برمیگردیم به این آرمان ایران شهری. خب من چون باید روش شاهنامه کار بکنم، بناگزیر باید برم یک کار تئوریک انجام بدم. این آرمان ایران شهری بسیار بسیار جای سخن دارد، من به گوشه های از این میپردازم. این چه هست به راستی؟ ما این آرمان ایران شهری رو که اردشیر اومد دست گرفت در تاریخ نداریم، در دیگر بخش از جهان نداریم که تا بدین پایه آشکار و شکوهمند یک شهریار فرزانه هست. اردشیر آدم یه شاه چی نیست، یه شاه همچنان نیست، بلکه اون کسی هست که شهریار است و همه اون فرهنگ بخش جنوب ایران رو که نیمروز من میگم که از سپاهان بگی برو پایین، همه کرانه های دریای پارس و دریای مکران رو در بر میگیره، این شهریار اونجاست. و در اینجا هم یادگار بسیار شکوهمندی از زمان هخامنشیان مونده است که من بهش بر میگردم، و اون اینها رو داره و میخواد که کشور رو یک سازه نو، یک سرنمون نوی میخواهد بیافریند. خب آرمان ایران شهری، خب ما برمیگردیم خود ایران چه هست؟ در نگاه من ایران واژه بسیار کهن‌تر از اون چیزی هست که ما میگیم که با آمدن مادها و پارسا، پارسیان یا مادان این پا گرفت، که البته خب در اینجا ما بسیار برجسته‌تر شدیم، ستبر رو بگفتی فربه‌تر شدیم در این بازی زمانی، ولی پیش از این هم ما داشتیم. بخشی از اینها کمی ناروشن هست که زیر غبار خاک و تاریخ رفته و ما نمیدونیم. برای نمون اون آنچه که در جیرفت، در جیرفت برآمده است یا در سیستان برآمده است، خب اینها برای ما بسیار سخن هست. میتواند این نام آرتا یا آرتا بسیار کهن باشد، خود واژه رو سرزمین هرمند یا ارمند که از واژه ار میاد، ار هم همون ایران هست، مردمانی که این سرزمین، این نام باید بسیار کهن‌تر از اون باشه که ما میپنداریم. یه نام دیگری هم هست به نام زرنگ یا درنگ یا زرنگان، که خود واژه زره که به چمه دریا هست، جایی که کرانه دریاست، سرزمین کرانه دریا، که ایرانیان هم رودخانه بزرگ رو دریا میگفتن، زرایا زرایا، این هم زرنگ، سرزمینی که کنار دریا هست، و این نام بسیار کهن‌تر از آن چی که ما میپنداریم. سپس سکاهایی که اینجا میان، نام سکستان و سگستان بر نهاده شد، ولی کهن‌تر است. در نوشته های سومری و اکدی از نام آراتا یاد میشه، و این آراتا رو برخی بر این پنداشتن که این باید سرزمینی در خاور
سرزمین ایلام باشه. نمیدونم چرا سرفه هم گرفته، ببخشید منو وا نمی نهد این سرفیدن. در اونجا گویند که چیز مانند انشان اینجاها رو برخی گفتن، برخی گفتن که نه، حتی بسیار دورتر در سرزمین های کرمان و سیستان اینجاها رو رد پای آرتای آراتا را باید دید. اونها همه واژه آراتا به کار می بردن که این کجا هستین؟ آیا همون سرزمین ایلامیان هست، ایلاماتو هست، ایراماتو، ایراماتو هست؟ که این هم یکی از پرسش ها هست. باری من نگاهم که ایران یه واژه بسیار کهن و چون بسیار کهنم هست یک بار ورجاوندی داره، بار نوستالژیک داره. من این واژه فرنگیان را به کار بردم که ایرانیان هر آن هنگام، این رو داشته باشیم گرامیان با من، هر آن هنگام که به سختی اندر شدند، به رنج و دشواری افتادند، برگشتند به خودشون و به ریشه خودشون برگشتند، یا ریشه توانمندی ایران، ارتا، ارتا رو، ارات، ارات که ما میگیم، سرزمین ارات که ما میگیم، خب این میتونه یک همون ارات هم باشه که این بسیار کهنه، به 5000، 6000، 7000 سال پیش برمیگرده. میدونید که ما هرات رو که ما میگیم خود زبان دری ارات میگن، اراتا یا اراتا. پس هر هنگام که ما به سختی اندر شدیم و دشواری، برگشتیم به خیشتن و اون خیشتن من کجا بود؟ ایران بود. و ما میبینیم که در همه این بازه زمانی که ما گزارش هایی که داریم نام ایران رو فراوان میبینیم. حتی بر این نگاه هستن که کاسیان خودشون یک شاخه آریایی بودن، اراتایی بودن، اراتی بودن کاسیان. مادهان را یونانیان خودشون ایرانی میدونستن، من خودشون ایرانی. یکی از اون تبارهای که بسیار برجسته است تو ماده به نام آرتی، آراتی، سان. این سانی که توی زبانمون هست که پارتی سان، یار سان، و دیگر چیزایی که داریم، پسنده سان که داریم، این سان با همون زان و زون و سون و فرزند و زاده هم ریشه هستند. آرتیزان، آراتیزان، این زاده های آرتیان هستند، این که بزرگترین تبار مادیر، چون میدونید که 7 تا خاندان بودن. یکی از این خاندان ها که گویا این میانه هم هست، همین آرتی زان یا آراتیزان، آرتزان بوده. که پس پس ما این واژه پارتیزان رو که به کار میبریم، میگیم که تو جای دیگه بچمه کسانی که جنگاور هستند، خب این همون فرزندان پارت هستند، پارت زادگان رو پارتیزان یا پارتیسان دونست. یا یکی از آیین های ایرانی به نام یارسان. اینجا هم میدونید که یار یکی از نام های خورشیده. خورشید خورشید با یار و مهر اینا همچه هستند. میدونید که مهر همون یار هست، همون مادر هست، یار هم همون هست، برای اینکه خورشیده که یارمون هست، مهره که یارمون هست. اینجا هم میبینیم یارسان، کسانی که بچه های یار هستند. و حتی برخی گویند که یارسان همون خورشیده، ولی من نگاهم که این زاده های یار هستند، زاده های خورشید هستند. اینا بیشتر از هر جای ما بار میترایی و همون خورشید پرستی رو دارن این، ولی خب در بازه زمانه دچار دگرگونی های شدن یارسانان یا یارسان که میگن. اینا رو من شاهان هخامنشی هم که بسیار برجسته است که ما پارسی هستیم، آریایی هستیم، آریان هستیم، همواره از این نام یاد کردن. و پارس نام شهری، بله، پارس بخش جنوب ایران رو یک، که من حالا خواهم گفتین رو، که یک روزگار دیگری است از دیگر بخش ها. ببینید در پس از فروپاشی هخامنشیان 70-80 سالی سلوکیان بودن، سپس سلوکیان رانده شدن و دو تا جنبش توانمند. یکی از این جنبش ها
در خاور ایران هست که میشود گفت که جنبش آرسکان یا آرسکان هست که همون اشکانیان میشه. یکی هم جنبشی هست در بخش جنوب ایران که بنا جنبش دارایان از اینا باید یاد کرد. دارایان خودشون رو از تبار هخامنشیان میدونستند و در خود اون نخستین شاهشون که دارای دارایان هست و سپس و هوبرز یا ووبرز و برز که پسرش هم است، این میشوره درباره سلوکیان و جدا میشه، مستقل میشه، خودگردان میشه. دوباره 30-40 سال پس از اون شورش چی میکنن، خود سلوکیان اینو ور میدارن، این شکست میدن و دوباره باز یه جنبش دیگری پا میگیره که این همزمان میشه با جنبش اشکانیان که دیگر این دست به دست هم میدن و این سلوکیان رو از ایران بیرون میکنن که میرن در بخش باختر ایران و کم کم در اون کرانه های دریای مدیترانه اونجا بیشتر فرمان رو بهشون رو میگیرن. این شاهان پارس یا شاهان فارس سهم بسیار بالایی دارن و اینها بسیار ایرانگرا هستن. یکی از ویژگیشون یادمون باشه که هم پارتیان ایرانگرایشون هست ولی این خوب هست، برای خودشون آریان میدونستن. خود واژه آرسک، من نگاهم این است که آرسکی که این میتونه همون آریایی سکایی باشه با همدیگه که ما آشک میدونیم یا اشکان یا ارشک میدونیم. اینا به هر روی این نام ایران رو گفتم که همه جا میبینیم و یک نامی هست که پخش اران، ایران، آران، ایلان، الان، آلان، همه اینها خانش های گوناگونی از همین واژه ایران هست. همه این رو شما از این ور رود سن بگیر، از اون برم از این ور سیر دریا بگیر تا کرانه مدیترانه، اینجا سرزمینی هست که پر از ارو ارو آرو آل و الان و اران و اینام هستن. حتی خود یکی از اون یکی از این شهپرها که ما یکی از نامه شهر آلبش میگیم که میتونه همون آره باشه، میدونید که شهپر به زبان مازندرانی به شهپر یا اون عقاب یا اوگاب یا اوگاب یا اوجاب که این اوگ و اوج اینا واژه پارسی است. اوگاب اینا این به چم اله یا آله که علش که از اون آلاش گرفته شده یا علموت که این هم میتونه یکی از نامهای ما باشد، نامهای کهنمون باشد که مقدس و ورجاونده. بله ایران واژه است در پیوند با این نکته می ایران یه واژه است که در پیوند با زرتشته و این اینجا که ایران با زرتشت گره میخوره هرچی بیشتر ورجاوند میشه و همچنان که خود اردشیر میگه که نمیشود پادشاهی رو از دین جدا کرد و دین رو نمیشود از پادشاهی جدا کرد و در اینجا هست که نقش دین با آمدن اردشیر بسیار برجسته میشه. اگرچه خوب هدفش این اونچه که سپس پدید اومد هرگز نبوده در نگاه من، اون بر این بوده کشور رو یک پارچه بکنه و برای یک پارچگی نیاز به یک فرهنگ یگانه ای داره و یک فرهنگی که مادر باشه. در اون زمان فرهنگ مادرمون فرهنگ ایرانیمون بوده است و در این بخش دین همیشه برترین سخن رو میگفته. گفتم این جدای از اون نقد هایی که به دین اینجا اونجا میشه، من دارم یک نگاه پرسپکتیو جامعه شناسی بهش میاندازم که در اون زمان ما جز دین چیزی دیگری نداشتیم که سخن دست او باشه، آموزش دست آن هست، دادگستری دست آن هست، اندیشه بری دبیرستان، دبستان همه دست این هستن و نمیتونه جز این باشه و چاره هم نبوده. تاریخ گذشته ما پر از اینها هست. بردشیر بابکان یه چهره یگانه نیست ولی برای ما ایرانیان از این نگاه یگانه هست، یکتا هست، کسی چون اردشیر نداریم. اردشیر بابکان، اینجا من یک کمانه بگوشم، اردشیر بابکان یه جای بابکان یا پاپکان یه جای با کوروش نزدیکی میکنه، از یک جای که آدم بهش مینگرد یه جای میبینه که باز با تو اسطوره با فریدون نزدیکی میکنه این اردشیر بابکان، برای اینکه کارهایی که انجام میده داره ایران رو میسازه، ایران سازی میکنه، فریدون و پسرانش همین کار انجام میدن.
بله، و گفتم که با آمدن نقش زرتشت که در خاور ایران و در برپای دریافتا ما ایرنوویجه از خاور ایران پا میگیره میاد و میتونه درست باشه و همین اراتا و حتی ارات و حتی که ما میگیریم سپس حتی سرزمین ایرمند که در هیرمند است، اینها در خاور ایران بودند و گویا از این بخش ایرانیان یا آریایان اومدن و بخش سرزمینمون رو گرفتن. نام ایران در بازهای زمانی بسیار و زمین های فراوان هست. نام ایران پاسدارنده فر و شکوه ایرانی در همه زمان ها بوده. هر زمان که ایرانیان کم می آوردن در تاریخشون از نام ایران یاری می گرفتند و ایران رو یک نام مقدسی بوده. برای نمونه اون مقدسی میگه که بهترین سرزمین در جهان، یکی از این در کتاب تاریخش البدء و تاریخ مال مقدسی هست، مطهر مقدسی، اون میگه که بهترین زمین، زیباترین زمین در جهان ایران هست، در زمان سامانیان بوده، این پس از اسلام هست و در اونجا مردمانشان بسیار خوشندام میانه هستند، رنگشون همه چیز میانه است، اندامشون میانه است، رنگ پوستشون میانه است و در کنار میز در کنار دیگران. اینا جای سخن هست ها، که اینا گفتایی نیست که کسی همینطور گفته باشه. میگه رومیان رنگشون به سرخی میگرود، نمیپسند این رو، و ترکان بسیار زشت خوی هستند، نمیپسنده، چینیان زشت هستند، رخسار زشتی دارند و همینطور نام زنگیان سیاه هستند، نمیپسنده، و حبشیان زیبا نیستند و این شاید یک نگاه نجات پرستانه باشه از این نگاه، ولی از این نگاه دیگه ستایش فرهنگ خودشون هم هست که میگه ایران بهترین سرزمینه و این که میگن بهترین سرزمین در نوشته این مقدسی مطهر مقدسی اومده پشتوانه تاریخی و یک دریافتی داره که این پا در تاریخ داره. پس از فروپاشی هخامنشیان بزرگترین برگ برای پاسداری از ایران همین نام ایران بوده، هم خود هخامنشیان بوده چون هخامنشیان خودش ایرانی میدونستن و هم نام ایران. شاهان پارس که گفتم جلوترم گفتم که اینها در گفتار پیشین هم گفتم که بیش از 500 سال فرمان روایی زیر نام شکوه ایران و ایران و پارس انجام دادن. اونها پارس که از هخامنشیان گرفته بودن، خودشان در سرزمین جنوب بودن، سرزمین پارس بودن، اینها تونستن بیشتر از جز پارتیان که اون بر دور دستر بودن و نتونسته بودن که سلوکیان آنچنان بر اینا چیره بشن، همیشه بخش خاور ایران درسته که از اون بر ترکان و مغولان و تاخته بودن ولی در گذشته سهم بالایی داشتن در رهایی کشورمون، در آزادی بخشی کشورمون، تا اینکه مردمان که در باختر سرزمینمون بودند، زیرا که در اینجا خب کشورهای دیگه فراوان بودند و همواره می تاختند و آسیب پذیریمون در بخش باختر بسیار بیشتر از خاور بوده. سپس که این مغولان و یا منگولان یا اون که از بخش شمال سیبری یا جنوب سیبری و شمال چین میان، افزایش که اینها میابه بر میگرد، وگرنه پیش از این همواره ما اگر گرفتاری داشتیم از این بر بوده تا از بخش خاور باشه. بار این پارسی که شاهان پارس، شاهان فارس یا پارس، اینها سهم بسیار بالایی داشتن در پاسداری از فرهنگ باستانمون، اینها بالاترین سهم را داشتن در نگاه من. زمانی که من مینگرم میبینم که نخستین ساتراپ یا شهربان که از سوی سلوکیان برگزیده میشه کسی است به نام بگداد یکم. این بگداد یکم و پسرش وهبرز یا وهوبرز هست که اینها درفش کاویانی رو ما اونجا میبینیم و سکه هایی که سکه میزنن، شاهن دیگه، تنها جایی که سکه میزنن اینها هستن. اینا از یک خودمختاری بسیار بالای برخوردار بودن و من میپندارم که دو چیز اینها رو، این شانس را به اینها میداد. یکی اینکه پشتوانه هخامنشان رو با خودشون داشتن
و بسیار نزد جهانیان ارج داشتن، اینا از اون تبار هستن و از نگاه سایکولوژیکال من دارم میگم، و همین که اینها دارای سازماندهی بسیار بهتری بودن، یاد از اون گذشته رو با خودشون داشتن، برای همین این شاهان فارس سهم بسیار بالایی داشتن از اون آوردن فرهنگ هخامنشیان به زمان ساسانیان. و پارتیان خودشون رو از تبار هخامنشیان میدونستند و پارسیان هم خودشون ایرانی میدونستند. گفتم نام ایران رو من دارم میگم که در کجا بوده. ساسانیان دنباله شاهان پارس گفتم که، و بعد نیست که بدونید که اردشیر یکم ساسانی در اون سامانه شاهان فارس، شاهان فارس گرامیان دو تا دوره هستن برای اینکه بدونید این رو، یکی دوره است که 5 تا اون شاه نخستین بودن که اینا به نام فرمانداران، ولی فرماندارانی که دیگه جدا شده بودن، 5 تا نخست است که نخستش همون بغداد هست، پایان میابه دوباره از زمان اشکانیان یک خاندان دیگری پدید میاد که به نام نخستش به نام دارای دارایان هست که میپندارم این دارای دارایان خودش رو از تبار داریوش بدونه، از فرزندان اون بدونه. میدونید که نام پسفند آن که ما داریم به شمع تبار هست، دارایی که تبارش به دارا میخورد، و پسفند پدرم هستم به نام فرامرز فرخان، کسی که پدرش فرخ است، فرامرز کسی پدرش فرخ است. این پسفند آن رو ما در گذشته فراوان داریم، البته زاد هم داریم برای فرخ زاد برونه، ولی آن بسیار بیشتر دیده میشه. بابکان که ما میگیم به چمی که اینا فرزندان بابک هستند، شاپوران، حتی اردشیران ما داریم که کسی که شاپور اردشیران توی اون که چی رو بخونید، کارنامه اردشیر پابگان رو بخونید، اونجا میگه که شاپور اردشیران میگه، اینا رو یاد میکنه، و پسر شاپور ما هرمز میگه هرمز شاپوران اردشیران، این رو پشت سر هم میگن تو که تو نوشته اومده. باری این اینا خودشون رو از تبار همون پسین شاه هخامنشیان که دارا بود و میتونه اون دارای بزرگ که دارای بزرگ که همون داروش یکم هست میتونن باشن. بار ایران شهر میبینیم که ساسانیان دنبال پادشاهان شان پارس هستن، پرچمدار فرهنگ ایران پارسی، ایرانی و پارسی و هخامنشی، و این اینجا هست که اینها نمیپسندیدن، برای خودشون یک دستگاه پادشاهی داشتن، شاهنشاه نبودن، این شاهان پارس نمیپسندیدن سبک و کار پارتیان رو و همواره اون فرهنگ خود. در فرهنگ اینا آیین مزدایسنیک بسیار برجسته هست، آتشکده هست و سکه هاشون و درفش کاویانی، این رو بیشتر این درفش کاویانی اینها از پس این زمان هخامنشی با خودشون میارن، این شاهان پارس، و برای همین اینا نقد داشتن اون شاهان اشکانی رو، اگر چنان میگفتن ما از یک تبار هستیم و با هم کنار هم میومدن، ولی با این همه خوشرود نبودن دیگه، پس این زمانشون که اردوان پنجم هست روزگار چندان خوبی ندارد ایران، در اون ایران پراکندگیست، آشفتگیست، و اینها میگن که ما باید کشور یک پارچه بکنیم. نامه که تنسر می نیسه به گشنس، به شهریار پتشخارگر، رویان، تبرستان، بسیاری چیزها رو اونجا میگه و بسیاری نکتهایی که بر ما ناروشن است، این نامه تنسر به گشنس یا توسر به گشنس به ما میگه که در اون زمان چه زمانی هست. باری شاهنشاهی ساسانیان نام کشورش رو ایران شهر میذاره و نخستین شهریاری در جا. این رو من همینجا این رو پایان میرسونم و یکم براتون شاهنامه میخونم. یعنی نخستین شهریاری در تاریخ بشر در نگاه من که یک نام روشن میهنی با خودش داره، ملی با خودش داره، و نامش هم توی اون کشورداریش از ایران شهر. شما نه در اروپا که بماند که تنها جایی که اروپا میتونی یاد بکنی میتونه باشه سرزمین چیز هست، یونان و روم هست،
ولی اینجا نام کشور خودش رو به نام ایران شهر میذاره، شهریاری ایران. البته میشود روم هم گفت، روم یک سرزمین چی نیست، یک نام، چه هست، کسی هست که از شیر یک سگ ماده می نوشد و یک توتم هست، توتم رومی هست. ولی در برای ما این توتم نیست، این سرزمینه. ایران سرزمینه، سرزمینی که همه خاندانها، تبارهای ایر یا ایران در اونجا میزیستن و ما نداریم، نه در چین داریم نه در مصر داریم، اینا گم شدن همشون اگر هم داشتن. باری و نخستین دولت ملی هم هست، هم نام تبار خودشون رو با خودشون دارن و هم دولت ملی هم هست. و همین نامی که در روم هست، این هیچ پیوندی با اون مردم ندارن. اینها مردمان چه هستن؟ مردم ایتالیک هستن، نامای دیگه ای دارن، ولی چون یکی از اون توتم هایشون رومالیوس، رومولیوس یا روملیوس هست، این نام رو از اون گرفتن که نام شهر خودشون هم روم میذارن. و یه چنین چیزی بسیار دور هست از اون درون مایه که ما برای ایران داریم و ایران شهر. یکی من از شانه براتون بخونم که در هفته آینده بریم سراغ کارهای اردشیر. ولی اینجا یه نکته رو بعد نیست که کم با خود اردشیر از نگاه شاهنامه هم آشنا بشیم. اردشیر تنها نبوده که یه دولتی رو ورداره دولت دیگه بیاره، بسیار کار کرد و این الگویی که از خودش گذاشت اردشیر، همه دودمان ساسانیان بسیار بزرگ بوده، 430 سال یک خاندان بوده و ما کم داریم. این همین شیوه و کارکرد اردشیر تو این زمان روان هست در این بازه زمانی و رهنمودهایی که از خودش میگذاره که بیگمان چند تا دانشمند، یکی از اونها تنسر هست، حالا برخی گوان که تنسر هم همون ابرسامه، برخی میگن بماند، ولی آدم فرزانه است. سپس کرتیر، این اون ساختمان نخست ساسانیان رو میسازه و برپای بسیاری از کارهای رفرمایی که انجام میده. یکی از رفرم ها رفرم دادگاهیه که ما پیش از اون به سبک دیگه ای داشتیم. رفرم دیگر رفرم دینی هست که دریافت گوناگونی رو که زرتشتیان بینگی مزدایسنان در اون زمان داشتن و با همدیگه درگی بودن، همین رو برمیچینه و یه دریافت رو برجسته میکنه. خب این برای اینکه کشور یک پارچه بشه نیاز است که یک کمی مشت آهنین باشه و این پراکندگی رو ورداره. نمیتونه کشور گرایش فراوانی باشه، اینا به جون هم بیافتن و کشور برجا بمونه. خود اردشیر یک خردمند هست در اینجا و شاهنامه ازش یک خردمند یاد میکنه. بسیاری از کارنامه اردشیر بابکان تو شاهنامه اومده و اون اندرزهای اردشیر هم توی شاهنامه اومده. اندرز اردشیر می شود گفت که قانون بنیادین، قانون اساسی ساسانیان می شود گفت ازش یاد کرد، یا مایه هایی از یک قانون اساسی ساسانیان را داره اون اندرزنامه اردشیر. یکی از کار بسیار بزرگی که اردشیر میکنه فرهنگ سازیه و فرهنگ سازی روی کودکان است. برای اونجا من می خونم از بخش پادشاهی اردشیر پاره 9 از بیت 299 براتون میخونم. کنون از خردمندی اردشیر سخن بشنو یک به یک یادگیر. تا اینجا اردشیر کارهای گوناگونی انجام داده، کشور رو سر سامان داده، اکنون داره روی اون قانونگذاری های و کار فرهنگی که انجام میده بیم بشینیم. این هست که فرهنگستان رو، هیربدستان رو، موبدستان رو میسازه و گسترش میده و کم کم ببینیم سامانه آموزش در از این زمان به این بره که فراگیرتر میشه. بکوشید آیین نیکو نهاد، بگسترد بر هر سوی مهر و داد. روشن است مهر و داد هر سوی. میدونیم که مهر و داد در اون
اندرزنامهش میگه اینها رو، و حتی در کارنامه خودش هم میگه که مهر با چگونه باشه، داد با چگونه باشه. به درگاه چون خواست لشکر فزون، فرستاد بر هر سوی رهنمون، که تا هر کسی را که دارد پسر، نماند که بالا کند بی هنر. اگه کسی پسری داره نذاره که بلند بشه هنر نداشته باشه، همون فرهنگ، اینجا فرهنگه. سواری بیاموزد و رسم جنگ، به گرز و کمان و به تیر خدنگ، چه کودک ز کوشش به مردی شدی، به هر بخششی در بی آهو شدی. بی آهو که بی بی ای بی کاستی می شود. ز کوشش به درگاه شاه آمدن، بدان نامور بارگاه آمدن. این یه بخشی است از کار فرهنگی برای ساختن سپاه رسمیده برای پاسداری از کشور. میدونید که سپاه جاویدان که ما در زمان داریوش یکم پایگذاری شد، همین که 10,000 تن بودن، جاویدان هم میدونید گرامیان که بدین چم است که هیچگاه شمارشون از 10,000 کم نمیشد. اگر کسی میمرد یا بیمار میشد یا کشته میشد یا هر چیز دیگری، زود کسی دیگری رو میذاشتن. اونجا کسانی ذخیره داشتن که اگر این برود اون بیاد. این شمار 10,000 یک 10,000 سپنتایی بود که مبادا دست بخوره. همین 10,000 رو ساسانیان هم دارند، میپندارم اشکانیان هم داشتن. اشکانیان لشکر سواره ساختن که آسوبار یا آسووار یا آسوار از اینها ساختن. میدونی که بسیاری از این ساختارهای اشکانیان رو ساسانیان گرفتن، به ویژه اسب سواری. اشکانیان در اسب سواری و تیراندازی به نام بودند و این بسیاری از سامانه لشکری بسیار پیشرفتی اشکانیان رو ساسانیان گرفتند. و ساسانیان اینجا به جای 10,000 پیاده‌ای که در زمان داریوش یکم ساخت، اینجا 10,000 سواره هست و این 10,000 سواره بود که همواره ایران رو پاس می داشت. ببینید درست دو برابر زمان هخامنشیان ساسانیان بر اون بخش از جهان فرمان روایی کردن. بیگمان نقش لشکر، نقش ارتش توانمند، ارتش سواره سهم بسیار بالایی داشته است. از اینجا من میپرم میرم سراغ یه بخش دیگری که اینم خوندنش بد نیست. به دیوانش کار آگهان داشتیم، به بیدانشی کار نگذاشتیم. اینجا اینم جای بسیار سخنه که بسیار آدم سنجیده بود و هر کسی را که شایسته بود سر کارش میذاشت. هنگامی که شهریاری بر کشور چیره باشد و ناشایستگان را بر کار بگمارد، تباهی کشور است. اینجا می چی میگه؟ به بیدانشی کار نگذاشتیم. کسی که بیدانش بود بهش کار نمیداد. بلاغت نگه داشتندی و خط، کسی کو بودی چیره بر یک نقط. چو برداشتی آن سخن رهنمون، شهنشاه کردیش روزی فزون. کسی که این توان را داشته باشه و هم در سخن و هم در گفتار و در کردار، مزدش هم میبرد بالا. روزی به چمان مزد هست. این روزیک در زمان پهلوی بهش میگن روزیک. این روزیک تو سپس میره رزق میشود، به زبان عربی میشه رزق، روزیک. روزیش را افزون میکرد، همون که ما مزد میگیم اکنون، یا ماهانه میگیم، یا بیستانه و سیگانه. سیگانه یا بستانه، بیستانه 20 روزه یک زمانی بود، سیگانه یا که کسی که در 30 روز بهش مزد میدن، 60 تانه هم داشتیم و همینطوری چیزی داشتیم که برخی کسان 6 ماه یه بار مزد میگرفتن، برخی ماه یه بار مزد میگرفتن، برخی هفتگانه میگرفتن. اینا گوناگون هست و به هر روی این بخشای گوناگون تاریخمون، خانش های گوناگون و کارهای گوناگونی هم بوده. برای اینو کسی که چوپان بود هر ماه بهش مزد نمیدادن، 6 ماه یه بار یا سال یک بار بهش مزد میدادن. یا کسی که کشاورز بود میگفتن این بخش از زمین از تو هست و سالی یک بار برآورد میکردن که اگر کم داشت بهش بدن، یا اگر
داشته به خودش کارش میکرد. اینا گوناگون بود، بستگی داشت که چه کاری انجام بدهیم. کسی را که کمتر بودی خط و ویر، برفتی به دیوان شاه اردشیر. ها نرفتی. خط و ویر، خط که همون خواندن نوشتن دانش هست، ویر هم یادگیری، ویر و ایره بش همه یاد گرفتن دانستن هست که و هوش میشود واژه گوناگون از دریان. ویاردار که ما به چمی که ویاردار به چمی که شیفته هم داریم، ویاردار که کسی که شیفته است، کسی که میخواد کسی رو. سوی کاردانان، سوی کارداران شدندی به کار، قلم زن بماندی برای شهری. اونی که توان نداشت این روش نمیدادن و کسانی که قلم زن بودند به نزد شهریار میرفتند. شناسنده بود شهریار اردشیر، چو دیدی به درگاه مرد. آدم بسیار باهوشی بود، میدونست که کی به کیه و این از اون به گونه اردشیر همواره الگو بوده است در تاریخ خودش پس از خودش که بسیار باهوش، توانا و حالا واژه زیرک رو منفیش رو نگیریم که میدونست که کی به کیه. نویسنده گفتی که گنج آگنید، هم از رای او رنج بپراگنید. بدو باشد آباد و شهر و سپاه، همان زیر دستان فریاد خواه. دبیران چو پیوند، پیوند جان منند، همه پادشاه بر نهان منند. چقدر اینجا دبیران رو ارج میگذاره، اینه که میتونن بیندیشن، بنویسن، بخوانن، رهنمود بدن. دبیران در اینجا داره کم کم پا میگیره، پیش از این آنچنان جایگاهی بالایی نداره و کم کم این پا میگیره و از زمان اردشیره که یک طبقه یا یک آشکو به نام دبیران پدید اومدن و در زمان خسرو به یکم انوشهروان این دبیران بسیار توانا شدن و یک آشکوب بزرگی مانند موبدان شدن. در اینجا کمتر، هنوز موبدان جایگاهشون با شمارشون بیشتره. دبیران چو پیوند جان منند، همه پادشاه برنهان منند. چو رفتی سوی کشور کاردار، بدو شاه گفتی درم خاردار. ببین خب اینجا ما شاه و پادشاه داشتیم، هر کسی که هر جایی که میرفت میگفت که تو به درم میندیش و چشمت رو این درم و دینار کور نکند. نباید که مردم فروشی به گنج، که بر کس نماند سرای سپنج. سپنج یا اسپنج یه چیز کوتاه رو گویند، روزگار کوتاه رو، اسپنجی یا سپنجی. همه راستی جوی و فرزانگی ز تو دور باد، آز و دیوانگی. فرمانهای کشوری باید این باشه، کسی که میخواد کشوردار باشه مبادا که به آز گرفتار باشه. اگر کسی آزمند، کارش کشورداری نیست، کارش در کشور نباید بیاد، زیرا که اون برای خودش کار نمیکنه، برای دیگران کار میکنه. چون برای دیگران کار میکنه مبادا که آز و دیوانگی بدونم کنار همی دون. آز یکی از دیوهای من هست، کسی که به آز گرفتار باشد به دیو گرفتار شده است، تو گویی که دیوانه شده است. ز پیوند و خیشان مبر هیچ کس، سپاه آنچ من یار دادمت بس. هر جا که میری اونجا از خیشات نبر، چون خیش بردن همون پارتی بازی دیگه. این چقدر هوشمندانه، تو گویی که امروز داره سخن میگه، امروز داره یک شهریاری هست که سختگیره، همین کاری که رضا شاه میکنه، بسیار سختگیره تو اینجا. درم بخش هر ماه درویش را، مد چیز مرد بداندیش را. توی دستانه بهشون بده هر ماهی، کمکشون بکن. آدم بعد اگر کشور آباد داری بداد، بمانی تو آباد و از داد شاد. اگه تو کشور آباد بداری تو میمونی و از اون دادی هم که تو داری شاد هستی. چقدر زیبا هست، آدم داد و دهش داره، از این داد و دهش خوش میبرد و شاد است. اگر هیچ درویش خسبت بمیریم، همی جان فروشی به زر و به سیم. بله، یک بیچاره از ترس
بخوابد زیر ترس باشه و به درستی که به یاری زر و سیم تو جانت هم میفروزی، یعنی کسانی گرسنه باشن ترسیده باشن میپرن به تو تباهی میآفرن و جانت میگیرن از تو. هر آن کس که رفتی به درگاه شاه به شایسته کاری و گردادها بدندی بر استوار بر به سر استواران او به پرسیدن از کارداران او. یکی از سخنانی که اندرز میده اردشیر که تو باید که با دیگران رایزنی کنید، تنها رایزنید با دبیرانت و اون نزدیکانت و ویژگانت نباشه. واژه ویژگان رو به کار میبره، دبیران به کار میبره، تو باید بری تو توده مردم، اونا چیزی دیگه میبینن. که داد است از ایشان نو بگرفت چیز و ایشان که خسبت به تیمار نیست. دیگر آن که در شهر دانا کند گر از نیستی ناتوان ناکند. اینا رو خب باید بپرسیم که کی توان است، کی ناتوان است، کی بیچاره است. اینا اون منشور یا اون دستور یا اون قانون اساسیه که اردشیر داره پیاده میکنه که پیش از این نیست. شما اگه نامه تنسر رو به گشنس بخونی که از خوردا همینه که شما در گذشته سختگیری ها به شیوه دیگری بود، اردشیر رو به هم میزنه، ولی خب در اون زمان خودش با اون ساختار خودش. دوستان میپندارم که بس از سخن گفتن. مهرداد جان شما چی میفرمید؟ خواهش میکنم هلمه جان، هرجوری که خودتون میدونید، به هر حال همینجوری که گفتید به احتمال زیاد شاید دو سه تا برنامه ما در همین خصوص داشته باشیم. به همین دلیل هر گونه که خودتون صلاح میدونید، از هر کجا که میدونید میتونید ببرید من برای در چشم من یک نکته بگم پایان. شهنشاه گوید که از رنج من مبادا کسی شاد بی گنج من. روشکن سخنش. مگر مرد با دانش یادگیر چه نیکوت است مرد. Anything to take or just that little? دوستان همینجا من سخن به پایان میرسونم. میدونم که دوستان دیگری نتونستن بیان، ولی خب دیگه پیش میاد. دوستان ما مهرداد جان و دوستمون اینا همه کوشیدن که کار به پیش بره و خب نشد دیگه، ولی مهرداد گرامی خیلی خوب بسیار بود، کوشید. بسیارم عالی بود هلمن جان. دوستان زیادی هم اومدند، الان دو سه تن رفتن، اما خب تا 20 تن هم دوستان اینجا تشریف آوردند و سپاس از حضورشون. این بحث اردشیر پاپکان واقعا پرداختن به این جستار بسیار ارزشمند است. من هم نامه تنسر رو به یک نوعی برگردان کردم به فارسی روان، همین که روی اندرزنامه خیلی من دوست دارم این اندرزنامه رو، و تو جنبش رنسانس بارها و بارها صحبت شد که ای کاش پادشاهان ما این اندرزنامه اردشیر رو میخوندن و برخی از این اندرزها رو سلوحه کارشون قرار میدادن. و امروز ما خب وضعیت بهتری داشتیم و امیدواریم که در آینده پادشاهان ایران بتونن از این اندرزنامه سود بگیرن. در رابطه با دین که اشاره کردید، اگر اجازه بدید من یه قسمتی رو از خود اندرزنامه اردشیر بگم که چرا اصلا اردشیر، همجور البته شما اشاره کردید که اردشیر پاپکان چرا مسئله دین رو عنوان میکرد و اون رو به عنوان برادر همزاد شهریاری عنوان میکرد. اردشیر بابکان چند تا مورد رو دشمن شهریاری و کشور میدونست و یکی از این مسائلی که دشمن کشور و شهریاری میدونست مسئله دین بود، و البته برای یک پارچه کردن مردم تو خود اندرزنامش اومده که یکی از دلایلی که میشه مردم رو یک پارچه کرد نزدیک کردن اندیشه های مردمه. یعنی کشور هنگامی یک پارچه میشه، خب میدونیم که در دوران اشکانیان کشور به یک نوعی ملوک و طوایفی بود، یعنی شاهان کوچیک و بزرگ داشت،
خب حالا همینجوری که اشاره کردید آرمان ایران شهری رو پیش گرفت و ایران شهر یک پارچه رو به وجود آورد. دلیلش هم این بود که میگفت از لحاظ جامعه شناسی اون موقع اعلام کرد که هنگامی یک ملت یک پارچه میشه که بتونن این اندیشه هاشون به هم نزدیک بشه، و از سوی دیگه اون موقع سردمدارهای دینی هم زیاد بودن، یعنی هر کسی سر برآورده بود. از اونجایی که اوستا از میان رفته بود و هر کسی اومده بود و یک اوستایی برای خودش گردآوری کرده بود، این بود که یکی از فرماناش این بود که اوستاها رو تمام گردآوری بکنن، جمع بکنن و یک اوستای واحد رو بنویسن، و ترسش از سردمداری دینی بود. اینجا اگر اجازه بدید من میتونم یه قسمتی از این اندرزنامه رو بخونم. من خیلی این اندرزنامه رو دوست دارم. من پیشنهاد میدم دوستان این اندرزنامه رو حتما، اندرزنامه اردشیر پاپکان رو مطالعه بکنن. اینجا در صفحه 22 اندرزنامه نوشته که ایشون به مردم گوشزد میکرده که دین و دولت توامند، و بدانید که دین و شهریاری دو برادر توامند که هیچ یک بی همزاد خود نتواند سرپا بایستد. و البته در صفحه 35ش هم اشاره میکنه که در پیشاپیش چیزهایی که از آنها در کارتان بیم دارم آن است که فرومایگان به کار دین درآیند و سرداری های نهانی را پدید بیاورند. و اردشیر برای جلوگیری از این آفت میگه که شاهان پیشین این کار رو کردن و من هم این کار رو خواهم کرد که اجازه ندهیم که زاهدان و نیایشکاران به کار فرمان روایی بپردازند. و در قسمت جالبش اینجاست که میگه اینها میان و با عقل مردم بازی میکنند، و اصولا مردم با شهریاران یه مقدار هم کینه دارند. و در صفحه 70 اندرز 6 اردشیر پاپکان میگه که بیمناکترین یه گزندها که از زبانها بر شما رسد نیرنگ دینی است، و چون زبانی که به نام دین و برای دین دلیل آوری کند و چنین وانماید که برای دین تفته شده و بر دین میگرید و به سوی آن میخواند، چنین کسی پیروان بسیار و یاوران دلسوز به دست خواهد آورد و میتونه که با نام دین شهریاری و کشور رو تباه بکنه. به همین دلیل ایشون خودش رو به عنوان بالاترین فرد دینی میدونست، اعلام کرده بود و پروانه نمیداد که کسی بخواد به نام دین بر مردم بخواد مسلط بشه و سبب شورش بشه. این یه فلسفه خیلی بزرگی داره و واقعا جلوگیری کرد از این سردمداری های دینی که بخوان مردم رو به نام دین قلقم بکنن در واقع. حالا فلسفه زیاد هست، من زیاد وقت دوستان نمیدونم. البته گفتارهای آینده پی میگیریم مهرداد گرامی، نورا پی می با هم دیگه پی میگیریم. بله جناب فریدم دست بالا گرفته بودن، بله میکنم بفرمایید. درود بر شما، سپاس. واقعا این نعمتی است که خدا به ما داده که ما در محضر استادانی جناب مثل جناب اربابی و شما باشیم. من زمینی که کتالت داشتم دراز کشیدم، دیگه نتونستم خوابم نبرد از ذوق دیدار شما جناب استاد. من میخواست بودم اولا یک شاید اسم ایران از کی نامیده شده و چه زمانی و در چه دورانی، هیچ داکومنتری هستش که این اسم قبلی ایران چی بوده؟ و سال بعدی من این که اردشیر بابکان، میدونم بابکان بس که محلی بوده یا اجدادی آبایی بودن شاید، نمیدونم چطور لقب بابکان ایشون گرفتن. خیلی سپاسگزار میشم. سپاس. ببین در پیوند با نام ایران، نخستین سخنه که ما داریم در نوشته های اوستایی هست از نام ایرا، ایرانا ویجا. ویجا به چم چند به چم بچه هست، زاده هست و جایگاه هم هست.
به سخن دیگر جایی که آریایان یا ایران مردم ایرانی بودند و این کهن است، از نگاه زمانی شاید دست کم 4000 سال ازش یاد کرد این نوشته رو که تو نوشته اوستایی داریم، ولی در ساختار کشورداری ما هم در زمان ماده ها همچنان گفتم که آرتیسان که خودشون میدونستن تباری بود، دو مادها هفت خاندان بودن و سپس هخامنشیان خودشون رو پارسی آریایی یا آریان ایرانی میدونستن، خودشون رو آریایی میدونستند. اشکانیان هم که میدونید که اینها خب از سرزمین آریان میان و خودشون رو آریانی میدونستن اشکانیان، و این نام آریان و آریه و نام آر فراوون بوده در همه جا. سپس در زمان که روشنتر هست که بسیار برجسته در زمان ساسانیان است که درست 1800 سال پیش سال 224 میلادی یا 222 میلادی که دو تا گزارش هست، اردشیر بابکان تاجگذاری میکنه و در اونجا به نام میگه که پادشاه شاهنشاه ایران شهر هستند و پسرش شاپور یکم میگه من هم شاهنشاه ایران شهر هستم و هم شاهنشاه ان ایران شهر هستم، که ان ایران، ان در اینجا کسانی که ایرانی نیستن هست، گرامیان، اون به چمه دشمن نیست، واژه ان ایران به چمه دشمن ایرانی نیست، بلکه کسانی که ایرانی نیستن، اگرچه این واژه سپس یه دریافته تندی به خودش گرفت، ولی در اون زمان این واژه ان که میاد یا ا که میاد به چمه نه هست، به نام آناهیتا، ان ایران، ان ایران یا ان عرب، کسانی که عرب نیستن، ان عرب. این در از ویژگی زبان ما هست، زبان خانواده زبانهای آریایی هست، ایران هندو ایرانی هست که این اکی میاد و سپس ان میشه، که تو زبان انگلیسی هم داریم که اورنج ان اورنج، اپل ان اپل، این از ویژگی زبانی ما هست. اینجا خودشون رو این شاپور یکم شاهنشاه ایران شهر و ان ایران شهر میدونن، یعنی توی اون کارنامه ارتخشیر پاپکان ما میخونیم این رو میبینیم. و این نام دیگر سر زبان ها بوده، ولی یه چیزی پیش اومد در زمان تازش عرب که عرب ها بیشتر با دو نام ما را میخوندن، یا ما را فارس میدونستند، فارس همون جمع فارسیان هست، فارسیان رو فارس، یا عجمی ما رو میگفتن. عجمی هم که برخی میگن که درستش همینه که من میگم براتون میپندارم، که مردمانی که از تبار جم هستن، جم یه چهره یه شاهی نبود و که رفته، اون مانند بسیار بسیار ژرفتر سنگینتر از آنچه که ما برای ساسانیان میدونیم، برای هخامنشان این جم بوده، در فرهنگ ما شناور بوده و همه کسانی که از این تبار بودن اینها را جمی می گفتن، که خب سپس ساختار عجمی هم یه اهم جلوش گذاشتن و عجمی گفتن. عجمی به چمین که یا عجمی به چمین که گیج و منگ هست نیست این واژه در اینجا، اگرچون خب شاید از این واژه این گونه دریافتن که عجم یا عجم که چیزی نفهمیدنی باشه، چون این نیست، ولی اینا چون این به این دریافت رسوندن نامیست. پس از اون که ایرانیان دوباره برمیخیزن، به ویژه جنبش ایرانیان از خاور که برمیخیزه، دوباره نام ایران برجسته میشه، به اندازه برجسته میشه که پارس که یه بخش ما رو میدونستن، با ایران اینا کنار هم میستن هر دوشون. بهتر نمونهش شاهنامه فردوسیه، که شاهنامه فردوسی میبینیم که یک درمیان یا پارس میگه یا ایران میگه، ایران پارس، پارس ایران، و این دیگر این نام همواره با ما بوده، دست کم در نگاه من
5-6 هزار سال باید پیشینه داشته باشه. حتی اون نام آراتا که ما میگیم یا اراتا که میگیم، این در همین پیوند با سرزمین ارها هست که از گذشته بسیار دور میاد. اینم فشرده پاسخ میدنم که فری جان گرفته باشی، تونسته باشم رسونده باشم براتون سخن رو. سپاس سپاس گزارم استاد.